آلیوم سیپا، این آلیوم سیپای سی سی میتونه بگیره و بخوره که کاملا خوب خواهد شد بعد از یه هفته. بفرمایید، رو خط هستید. الو، بفرمایید. سلام، عرض کردم آقای دکتر. جانم، خانمی هستن که با رژیم غذایی، با رژیم غذایی و حتی خوردن قرصهای شیمیایی و هومیوپاتی اینا فایده نکرده این یبوستشون، و حالا که این قسمت پایین کمر اون اطراف مقعد خارش داره و کلوریدریک اسید هم رفته گرفته خورده، من دلش درد گرفته، دواخونم گفته که شما که نمیدونید اصلا پایین هست اسید معدت یا نه، اینو چرا میخوری؟ بعد اینو میخواستم یه جواب بدیم. و این تغذیه قهوه آیا هر روز امکانش هست و فایدهش چیه و چقدر میشه استفاده کرد؟ مرسی. خب این خانمی که گفتین یبوست داره و هیچی هم اثر بهش نذاشته، خب نمیدونم، حتما یه مسئله خیلی مهمی است. ولی به طور کلی کسانی که یبوست دارن اگر که آب بخورن در طول روز و انجیر در صبح ناشتا اگه بخورن، انجیر مخصوصا، انجیر 5 تا دونه 6 تا دونه انجیر بخورن، امکان نداره که این یبوست برطرف نکنه. یا اینکه خب من قرصایی دارم به نام کولون کلینسر، اونو میتونین بخورین، بگیرین اونو بخورین و اینو معمولا رفت میکنه یبوست رو با اینها. و یا اینکه قرص هومیوپاتی ناکس فامیکا تریسی استفاده بکنین، باید 100% خوب بشه. در مورد تنقیه قهوه میتونین هر روز استفاده کنین، البته یه دفعه در روز میشه استفاده کرد، ولی خب بعد از یه مدت که خوب شدین دیگه نمیخواد، چون که زیادی تنقیه هم باز ناراحت کننده خواهد بود. اینه که برای مدت کوتاهی میتونید استفاده کنین که این یبوست برطرف بشه، تمیز بشه کولون و دیگه احتیاجی نیست. بفرمایید، رو خط هستید. الو، سلام علیکم. سلام باشید. خواهش می‌کنم. ببخشید، من سوال داشتم راجع به این که من ساینسام خیلی چرک شدن، جوری که دکتر گفته باید عمل بکنین. بعد یکی دیگه این که من معده‌ام اسید ریفلکسش خیلی شدید داشتم، بعد یه سری رفتم دکتر رو آندوسکوپی، گفتن که ماهیچه‌های مری ضعیف شدن و الان یه دارویی به من داده که روزی 4 دفعه بخورم قبل از غذا و قبل از خواب که یه مقدار ماهیچه‌ها رو قوی بکنم. می‌خواستم ببینم شما چیزی رو توصیه می‌کنید از دیده گیاهی بتونم استفاده کنم. مرسی. خیلی سینوس به هیچ وجه احتیاج به عمل نداره و اگرم عمل هم بکنیم بس فایده نداره، دوباره همونجوری برمیگرده. اینه که باید واقعا یه کار اساسی کرد و این رو خوبش کرد. بهترین راه برای شما این هست که اولا خب سینوس رو میتونین بشورین هر شب، یعنی آب نمک درست کنین با بینیتون بکشین بالا و درست. ولی یه چیز بسیار خوبی که اینو برای همیشه خوبتون میکنه این هست که شما بعد یه دونه نبیولایزر بخرید. نبیولایزر دستگاهی هست که به اصطلاح آب رو تبدیل به میست و آب رو تبدیل به اسپری به اصطلاح میکنه. اسپری یعنی ذرات بسیار ریز که این میتونین تنفس بکنین و میبره توی بدن و توی سینوس ها. و ماسک هم داره. ماسکش هم میگیرین و این ماسک رو میگیرین و میذارین اینجا و کلویدال سیلور میخرین و یک آنس کلویدال سیلور توی نبیولایزر می‌ریزین، نبیولایزر رو به برق می‌زنین، شروع می‌کنه کار کردن، ماسک رو می‌ذارین روی. هر روز این کار رو انجام میدین، بعد از 3-4 روز که این کار رو انجام میدین که کاملا سینوساتون تمیز شده و دیگه هم عفونی نمیشه. و گهگاهی این نبیولایزر رو هفته یه دفعه یا هر شب مثلا اگر هم بخواید بازم میتونین استفاده کنین با این که کاملا میتونه ضد عفونی بکنه اینها رو و به اصطلاح عمل هم نکنید و واقعا عمل هم کاری براتون نمی کنم. تو گفته عمل میکنیم بله، یه مدت خوب هستین دوباره برمیگرد سر جای اولش. این کار درستی نیست. در مورد معدتون که اون ماسلا ضعیف شده و اینها، شما که گفتین ریفلاکس دارین، کاری که میکنین باید حتما غذاتون مقدار کمی باشه، زیاد غذا نخورید و هر دفعه که میخواین مثلا غذا به مقدار کم بخورین، 5-6 دفعه در روز غذا بخورین، غذا به مقدار کم که غذاتون کاملا هضم بشه، ناراحتی براتون میشینه و معدتون ریفلاکس نده. و ضمناً با هر غذاتون شما میتونین یکی یا دو تا قرص اسلیپری الم بخورید. قرص اسلیپری الم، این قرص هم کمکتون میکنه که اون ریفلاکس رو از بین ببره و کاملا حالتون خوب بشه. بفهمید، رو خط هستید.
با درود خسته نباشید آقای دکتر. متشکرم، درود بر شما. من تلفن گوش میکنم چون دوباره نمیدونم چی شده از میسیساگا، من تصویر و صدای شما قطع و وصل میشه. آخو خیلی. اولین سوالم در مورد دو تا میوه است که پرتقاله که ما معمولا پوستش رو برمی‌داریم مربا میکنیم، میخواستم بگم این خوبه، حالت اسیدی نداره، و اینکه آیا آب پرتقال برای آرتروز خوبه چون میگن که اسیدی میکنه. من معمولا کلسیممو با آب لیمو یا آب پرتقال میخورم. اوکی. اینو میخواستم بدونم آیا انار اسیدی یا قلیایی. و یکی دیگه، من اون هفته با شما تماس گرفتم راجع به قطره ریشی و ولی شما نگفتین چند قطره، معمولا روش نوشته 25 تا 50 قطره، میخواستم از شما بپرسم چند قطره و چند بار و معمولا چه وقت بخورم خوبه، صبح یا بعد از ظهر؟ مرسی، ما چکم. چشم. بله، در مورد آب پرتقال و یا آب لیمو و این چیزها، اینا همشون اسیدی هستن، کاملا حرفتون صحیحه، ولی بدن ما را قلیایی میکنن و اینکه ریاکشنی که در بدن میدن، همیشه دقت بکنید که ما وقتی میگیم که یه چیزی اسیدی یا قلیایی هست، ما خاکستر اون رو میگیم در بدن، یعنی ریاکشنی که اون در بدن ایجاد میکنه. لیمو ترش شدیداً اسیدیه، ولی وقتی وارد بدن ما میشه، بدن رو قلیایی میکنه با ریاکشنی که میده. یا پرتقال هم همینطور، پرتقال هم اسیدیه بله، ولی در بدن قلیایی میشه، یعنی بدن رو قلیایی میکنه. بسیار عالی. شما حتی خیلی جالبه که وقتی که پی اچ میتر میذارین تو دهنتون و میبینین که اسید نشون میده، دو تا لیوان آب پرتقال، یه لیوان آب پرتقال میخورید، بعد 10 دقیقه دیگه بذارین ببینین بدنتون قلیایی میشه. یعنی اینقدر جالبه. و خب مسلما برای آرتروز هم خوبه، برای اینکه آرتروز تمام کسانی که آرتروز دارن بدنشون اسیدی، و اگر ما بیایم و بدن رو قلیایی بکنیم، آرتروزی اصلا وجود نداره. این کسانی که بدنشون قلیایی نگه دارند به هیچ وجه آرتروز نمیگیرن. و خیلی ساده است، دیدین که وقتی برای بیماری آرتروز همه میگن که شما ویجیتریان بشین و خامخاری بکنید. خامخاری چرا بکنید؟ برای اینکه بدنتون قلیایی بشه. ریشی و این تینکچر رو به طور کلی 25 قطره سه بار در روز معمولا دوزش است و کافی است، روزی 75 قطره و قبل از غذا بخورین، در آب حلش کنین، در قبل از غذا. بسیار عالی. بفرمایید رو خط هستید. الو بفرمایید. دکتر جان سلام عرض کردم. سلام بر شما. خسته نباشید. خیلی متشکرم، مرسی. بفرمایید. من یک سوالی دارم در رابطه با خودم. من بعد از اینکه غذا میخوردم کلا معده من مثلا باد میکرد، یه مقداری گاز داشتم و احساس فشار بر روی معده‌ام می اومد و قسمت شکمم به دکتر مراجعه کردم، آزمایش خون از من گرفتن و به من گفتن که شما میکروب معده داری و قرصایی رو به من دادن به نام HP پک که قرصای رنگی به صورت کپسول هست، به صورت آموکسیسیلین هست، یکی رو ناشتا باید بخورم در صبح و سه تا رو بعد از اینکه صبحانه خوردم آن واحد باید با هم بخورم و بعد از ظهرم قبل از شام یه دونه کپسول و سه تای دیگه‌اش رو بعد از شام همزمان بخورم. به مدت 2 هفته به من دادن. من الان 1 هفته‌اش رو خوردم. حالا نمیدونم باید اینها رو ادامه بدم یا به صورت دیگه‌ای، یا شما چه صلاح می‌بینید؟ چش، مرسی. متشکرم. خواهش می‌کنم. بله، خب همونطوری که میدونین هلیکوباکتریوم میکروب معده معمولا آنتی بیوتیک میدن و خب در بیشتر موارد این کار نمیکنه و نمیتونن رو از بین ببره. همونطوری که براتون گفتم، در طب هومیوپاتی یا در طب گیاهی ما هایدروکلوریک اسید، یعنی برنامه من پروتکلی که من دارم این هست که هایدروکلوریک اسید به اضافه یک قرصی هست به نام پایلوری، این دوتا رو ما به مریض میدیم و معمولا بعد از 2 هفته یا 3 هفته کاملا خوب میشن، چون که اون هایدروکلوریک اسید واقعا در نفوذ میکنه در تمام لایه های معده و دیده شده کسانی که هلیکوباکتریوم دارن حتی سالمونلا هم توی معدهشون وجود داره و چیزای دیگه حتی. بنابراین هایدروکلوریک اسید واقعا میاد و میکشه تمام این رار و پایلوری هم حتی به این صورت، یعنی که با هم کمک میکنن و از بین میبرن.
البته خب شما یه هفته خوردین، خب بقیهش هم بخورین حالا که هست و بعداً برین آزمایش بدین. اگر که خب رفته بود انشاءالله که رفته باشه، اگر که نرفته بود ماه بعدش شما میتونین از این دارویی که من گفتم استفاده بکنید و این واقعا میشه گفت که واقعا 100% از بین میبره. بفرمایید رو خط هستید. سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم، مرسی، بفرمایید. راست یه سوالم بوده که خانم اگه یه زن حامله که 2 ماه حامله است، این فلوشات براش خطرناکه فلوشات بگیره؟ والا فلوشات برای همه خطرناکه دیگه، زن حامله که سر جاش اوگه بهتر باشه. پس اگه یه رای دیگه هست مثلا که غیر از اون، بله بله، چشم چشم اون وقت نایتریک آکساید هم نمیدرسم، اگه شما برای چی خوبه، برای چی مهمه، از همین مثلا امینو اسید آرژینین میتونی بگیرید نایتریک آکساید؟ بله چشم، براتون توضیح میدم. چشم اون وقت هم ببخشی این پرگزیت مالتی ویتامین پرگننسی هستش، یکیش با فولیک اسید هستش 5 میلی گرم، یکیش هم با فولیک اسید 1.1 میلی گرم. اصلا این قرص خوب هست برای زن حامله یا کدومش بهتره؟ همین دیگه. چشم چشم، مرسی، متشکرم. خیلی ممنون. بله خواهش میکنم. بله فلوشات میشه گفت که واقعا خطرناک هست برای همه افراد و مخصوصا دیگه برای زن حامله که دیگه معلومه دیگه که اصلا زن حامله واقعا این چیزا رو اصلا نباید سراغش بره. برای اینکه گفتم براتون، برای اینکه آنفولانزا نگیرید یا فلو نگیرید، به طور کلی از داروی هومیوپاتی استفاده کنید که اسم داروی هومیوپاتی از اینفلوئنزیوم 200 سی. فقط کافی است که اول و دوم هر ماه یا 2 روز در ماه این قرص هومیوپاتی اینفلوئنزیوم را زیر زبانتون بذارین و این واقعا از واکسن هم خیلی بهتر کار میکنه برای شما. و خانم حامله هم میتونه دوای هومیوپات بخوره و خانم حامله واقعا بهتر هست که هیچ دارویی به جز دوای هومیوپات استفاده نکنه، برای اینکه فقط هومیوپاتی که یک زن حامله میتونه بخوره دیگه. دارو حتی دارو گیاهی هم برای زن حامله واقعا میشه گفت که خطرناکه، برای اینکه هنوز اون یعنی تمام داروهای گیاهی رو دیدین که حتی روش مینویسه که زن حامله نباید استفاده بکنه، به دلیل اینکه واقعا بعضی از این داروهای گیاهی هم انقدر زن حامله سنسیتیو و حساسه که اینها خطرناکه براش. نیتریک اکساید که فرمودین، خب نیتریک اکساید میدونین که ماده‌ای هست که آرتری یعنی رگ‌ها رو دایلیت میکنه، باز میکنه و اینه که خون رو به اصطلاح بهتر میرسونه به بدن. خب از آرژینین میتونین استفاده کنین همونطور که خودتون گفتین و بعضی از آمینو اسیدها که نیتریک اکساید تولید میکنن که کمک میکنه برای دایلیشن و پایین آوردن فشار خون. دیگه براتون میگم در مورد فولیک اسید و چیزی که گفتین برای ماترنال، اینا واقعا هر دوتاش خب میشه گفت که بد نیستن، میشه استفاده کرد و اون که مقدار بیشتری فولیک اسید داره واقعا من ترجیح میدم. و البته بعد نگاه کنیم به بقیه ویتامین ها که ویتامین های گروه B مخصوصا کلسیوم، مگنزیوم و اگر کسی کم بوده آهن هم داره، آهن هم داشته باشه واقعا، چون زن حامله به تمام اینا نیاز داره. بفهمی رو خط هستید.